سلام خدمت شما دوستای عزیز و مهربون آشپزی ایرانی. امروز ما در خدمتتون با آموزش یه غذای خوشمزه که مطمئنم همتون یه روش خاصی رو برای درست کردنش بلدین. مواد لازمی هم که نیاز دارین اندازه 4 تا تیکه گردن، 2 تا پیاز، 3 تا سیب زمینی و بامیه و روغن و ادویه ها با رب گوجه فرنگی. با من همراه باشید تا این ویدیو رو درست کنیم و امیدوارم شما هم لذت ببرید. این آموزش خوشمزه خورشت و بامیه با گوشت گردن تهیه میشه. خیلی روش آسون و سریعه که همتون هم بلدین مطمئنم. من این روش رو برای خونه درست میکنم، امیدوارم که از این لذت ببرید. با من همراه باشید تا آخر ویدیو. اولین کاری که من انجام دادم اومدم 2 تا لیوان برنج خیس کردم با آب جوش و 2 تا قاشق نمک هم بهش اضافه کردم. الان بعد از نیم ساعت این برنجمون آماده شده، میریزیمش داخل قابلمه، آب جوش هم اضافه میکنیم روش و برنج رو آماده میکنیم. این حالا میذاریمش کنار فعلا تا من آب جوش رو آماده کنم و بیارم. میذاریمش روی این روشن بشه. یه چاقوی کوچیک نیاز دارم. بیاریم پیازا رو خرد کنیم و بذاریمشون کنار. خورش بامیه روش خیلی زیادی داره برای آماده کردن. هم با گوشت راسته میشه، هم با گوشت چرخ کرده میشه، هم با مرغ خیلی ها درست میکنن. این سری من اومدم با گوشت گردن درست کنم که هم فکر میکنن همش بهتره، از شکم خیلی بهتری داره به نظر من. ما الان اومدیم یه آب رو میرزیم داخل قابلمه، آب جوش شده. برنجمون هم که اینجا با آب جوش گذاشته بودیم اضافه میکنیم به آب جوش. همینطور که برنجمون داره آماده میشه، ما اینجا پیاز رو خرد میکنیم. پیازمون رو خرد کردیم گذاشتیمش کنار. الان سیب زمینیامون هم نگیری خرد میکنیم، اونم میذاریمش کنار که آماده باشه بریم برای پخت خورشت بامیه خوشمزمون. بعضی ها میان داخل خورشت بامیه با گوشت راسته استفاده میکنن که منم اگه نگاه کرده باشم که ویدیوی قبلی دارم. بعضی افراد میان خورشت بامیه رو با گوشت چرخ کرده آماده میکنن که من یه بار انجام دادم خیلی طعم خوشمزه داشت. اونم حتما براتون آماده میکنم که ببینید. و دیدم با خورشت بامیه مرغ هم درست میکنن که اینم بازم روشای مختلفی داره. چاشنی هایی که داخلش میریزن همون پیاز و سیب زمینی و رب گوجه فرنگی و رب و همون که پیاز و سیب زمینی اون آماده شده، میریم برای آماده کردن برنجمون. برنج گذاشتیم روی حرارت و با نمک و آب جوش. الان برنجمون اگه نگاه کنین میبینین یه دونهشو که برمیداری باید خیلی راحت و وسط نصف بشه. الان برنجمون آماده است. این آب کشش میکنیم بعد برمیداریم. بازم حالا بهتون نشون میدم که باید چه کار کنیم. الان برنجمون اینجوری شده، میبینی برنجمون آماده است. یعنی قشنگ از وسطش که بخوام نگاه کنیم خیلی راحت نرم میشه، نباید له بشه، باید نرم بشه. الان تای قابلمه‌مون یه کمی روغن میریزیم. نگاه کنید تای قابلمه، بعد روغنش اینطوری دور تا دورش میچرخونیم. برنج رو که داشتیم و قشنگ آبش رفته الان اضافه میکنیم به قابلمه. خب اینو هم داریم میبریم. خب این ملاقه اینو اینطوری میسابیمش اینجوری میکنم. حالا شما میبینید. الان میایم یه سر میذاریم روش. الان برنجمون آماده شده، میذاریمش روی حرارت، سر میذاریم روش. به مدت حالا 20 تا 30 دقیقه زیر شعله رو هم خیلی کم میکنیم تا قشنگ دم بیاد. حالا میریم سراغ درست کردن خورشت بامیه‌مون. خورشت بامیه گفتیم روش خیلی مختلفی داره، اما الان ما میخوایم با گوشت گردن گوسفند درست کنیم. مواد لازمش هم گوشت گردن، یه بسته بامیه است، پیاز، گوجه فرنگی و ادویه‌جات مختلف با رب گوجه فرنگی.
حالا ما میایم داخل این قابلمه بزرگ پیاز رو ما الان اومدیم پیاز رو اضافه کردیم داخل یه قابلمه بزرگ. بعد یه مقدار کوچیکی روغن اضافه میکنیم بهش و اجازه میدیم یکم تفت بخوره. مرحله ما یکم پیاز همون رو تفت داریم همونطور که داریم میدونیم الان گوشت رو بهش اضافه میکنیم و از دیه ها رو میریزیم داخله. یه قاشق کایکولی سرکو به هیچ برچوبه اضافه میکنیم، یه قاشق هم دارچین اضافه میکنیم، بستگی به سلیقه خودتونه، اگر از یه های دیگه هم داری میتونیم اضافه کنیم. نمک هم من اضافه نمی کنم الان به خاطر که میگم معمولا گوشت سفت میشه. فلفل هم الان بهش اضافه میکنیم، یه قاشق کایکولی اضافه میکنیم که کمش عوض کنه. من از فلفل سیاه استفاده میکنم چون اساساً خیلی بهتره به نظر میاد. الان بعد از اون مرحله ما میایم چیکار میکنیم، یکم اینا رو مخلوط میکنیم، بعدش یه قاشق رب گوجه فرنگی هم بهش اضافه میکنیم. گوشت رو اینجا مخلوط کردیم با ادویه ها و پیاز، الان یه قاشق رب گوجه فرنگی اضافه میکنیم بهش، یه قاشق رب گوجه فرنگی و به دلخواه میتونید اسه چهار تا دونه از این گوجه فرنگی کوچولو اضافه کنیم داخلش. سر تمه به سر خورش بکنیم. الان ما رو به گوجه فرنگی رو اضافه کردیم. تایم اضافه کردن سیب زمینی که خرد کردیم به خورشتمون. اونا رو هم اضافه میکنیم. تا نصف قابلمه که رو سر گوشتا رو بگیره بهش آب جوش اضافه میکنیم. در خورشتمون هم در خورشت هم میبندیم میذاریم به مدت یک ساعت روی شعله بمونه. یکم یه درست کردن گوشت گردن زمان بره، اونم به خاطر اینکه استخون داره و قشنگ باید داخلش نرم نرم بشه. روی حساب باید حواسمون باشه که تایم گذاشتن خورشتمون خیلی بیشتر میشه تا گوشت راسته. آب توش هم اضافه میکنیم تا روی سرش، نباید زیاد باشه. من از این قابلمه که دارم استفاده میکنم این زودپزه، این قابلمه خورشتی نیست، به خاطر همین خیلی زودتر آماده میشه. اگه شما هم زودپز داشته باشین که خیلی کارتون راحت تره، میتونین بریزینش داخل زودپز آماده کنین. بامیانم الان اضافه نمیکنم به خاطر اینکه داخل این زودپز خیلی سریع آماده میشه، حالا هاش نیم ساعته آماده است، برای همین اگه بامیه رو بریزم داخلش له میشه. اجازه میدیم همزمان به همراه برنجمون که داره آماده میشه، ببینین برنجمون تقریبا بخار کرده، الان میتونم نشونتون بدم که الان میبینین اینجا خیلی راحت نصف میشه، رو برنجمون آماده است. موقع سروش هم حالا یکم زعفرون با روغن رو میکس کنیم باهاش، خیلی طعم فوق‌العاده‌ای داره. اینم از خورشتمون که الان آماده شده، میذاریمش روی حرارت به مدت نیم ساعت داخل زودپز ولی یک ساعت داخل قابلمه. شما هم آماده کنین، امیدوارم که لذت ببرین، با من همراه باشین. از قسمت نهایی خورشتمون، خورشتمون کاملا الان پخته شده، گوشتش کاملا پخته شده، فقط میمونه بامیه و نمک و یه کوچولو آب لیمو. حالا ما یه مقدار بهش نمک اضافه میکنیم، یه قاشق چای خوری بستگی به سلیقتون، یه قاشق چای خوری نمک و یه نصف قاشق چای خوری فلفل پول بیبر اگر داشتین میتونه استفاده کنین، اگرم نداشتین که بازم مشکلی نداره. این از این. حالا میریم سراغ آب لیمو. یه مقدارم آب لیمو اضافه میکنیم بهش، بستگی به سلیقه خودتون، اگه ترشتر میخورین میتونین بیشتر اضافه کنین. اینا مخلوطش میکنیم، نمک و فلفل هم که با هم ترکیب کردیم، اینا از گوجه های درسته شده داخلش که کاملا پخته شده. حالا بامیه هایی رو که داریم کم کم اضافه میکنیم داخل خورشتمون.
خیلی خورشت خوشمزه‌ایه. به خاطر ترکیب گوشت گردنم که داخلشه، چربی که بهش میده خیلی خوشمزه تر میشه. قبلا من بامیه رو سرخ میکردم، اضافه میکردم داخلش، اما الان همین روشی هم که الان دارم درست میکنم خیلی خوشمزه است. یعنی بامیه‌مون له نمیشه داخل خورشت. میتونیم کاملا درسته ببینیم، مثلا به صورت مجلسی میخواین درست کنین، بامیه‌ها درسته داخلش معلومه. خیلی خورشت خوش رنگی شده که شما الان میتونید اینجا ببینید. البته من الان نور گذاشتم، به خاطر همین خیلی روشن تر دیده میشه. اینم از این قسمت. حالا ما میام یه دونه سر دوباره میذاریم روش، میذاریم بمونه برای مدت ربع ساعت تا 20 دقیقه تا اینم از برنجمون. میتونید قشنگ ببینید برنجمون آماده شده. من الان گذاشته بودم تحتیش بزنه. فوق‌العاده قد کشیده و عطر زیادی داره. اینم از خورشت بامیه فوق‌العاده خوشمزه‌مون با این بافت و طعم عالی که دارین می‌بینین. خیلی رنگ قشنگی داره. اون لعابی که انداخته شما قشنگ میتونین ببینین. اینم از گوشتایی که دارین می‌بینین فوق‌العاده طعم بی‌نظیری داره. برنجمون هم که آماده شده از قبل نشونتون داده بودم. بامیه هامونم که کاملا نرم شده. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. مرسی که همراه من بودین. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار. دوستتون دارم.